یو ځنګړی سلام او خوله سحر مو په خیر هله مندم چې تر پای پر له موږ سره اوسېږي به هم زه خوشاله مچ زارزو کا کړه خپل امکار سره می خلجان سره تاسو په چوپړ کې اوسو او تاسو هم هله لرو چې د دې خبرونه یعنی د ګلبان خبرونه تر پای پر له موږ سره اوسېږي او هغه کومه برخه چې موږ تاسو ته درته کړی دی همچنان هم درنګ میلمانه لرو په هر برخه کې نو تاسو هم لیدونکي اوسېږي او تر پای پر له موږ سره اوسېږي ځکه چې موږ هر ورځ نوې موضوعات باندې بحث کوو هم درنګ نن هم یو لاند خبر تاسو ته لرم چې هغه به هم تاسو تولولم. دو پسر جوان در جریان آب بازی در بند سوختک دایکندی غرق شدند. قمندان امنیت دایکندی با پخش خبرنامه گفته است این دو جوان که یکی آن 23 ساله و دیگری آن 19 ساله عمر داشتند بعد از چهارشنبه روز شنبه زمانی که در بند برق سوختک دایکندی مصروف آب بازی بودند غرق شدند. متاسفانه که یک خبر خیلی جگرخون کننده. ببینید دوستان زمانی که شما آب بازی را یاد ندارین مکملا بلد نیستین پس کوشش کنین که با آب که جای زیاد است اصلا نزدیک هم نشین و ما همیشه شاهد همچون موضوعات بودیم که بچهای نوجوان کسایی که میرن با آب بازی به خاطر آب گرم متاسفانه جان خودشان از دست میدن حتی جسدشان ناپدید میشه. به اساس از خانواده های عزیز خواهش میکنم که متوجه این موضوع خیلی زیاد باشین و فرزندایتان اجازه ندهین که با آب زیاد نزدیک شوند و زمان که آب بازی زیاد ندارن آب بازی بکنن و همچون خطراتی هستن که باز خدای نخواسته دچارشان نشن. عزیزان دل امروز روز یک شنبه و آغاز برنامه ما است نمیخوایم که با این موضوعات جگرخون کننده شما را هم جگرخون بسازم ولی جا داره که بعضی از موضوعات یاد بکنیم در برنامه و احساس خواستم که شما را هم آگاه بسازم و به خانواده ای دو جوان صبر جمیل میخوایم انشاءالله که بعد از این جوانای ما برشان عبرت شد و همچون کار انجام نتن. پس ادای بخش برنامه از همکارم خواهش میکنم بسته تصویری زیبایی را که آماده ساختن بریم با هم یک جا تماشا بکنیم و زود و زود برمیگردیم با ما باشیم. بله گران دوستان به هم تاسو ته راغله سویم کلی کڅوړه و هم بستی تصویری دی کلی ځای پاک لچ بند قرغه واقعا کلی ځای ده همیشه تاسو به هم تلی هستید تفریح لپاره بل خصوص دی جمعې په ورځ باندې البته ډیر زیات بیروبار هم وی او یو ځای دی چې کله چې تاسو خسته کیږئ یا د کار څخه د کور د کارو څخه طبعا په ژوند کې انسان ځینې وخت تفریح ته نیاز لري نو حتما د غذایا توازی د غجن الیده نکوي نو تاسو هم کولای شئ کله چې هر ځای ته لاره د تفریح لپاره کولی شئ چې ښکلي انځورونه ښکلي ویډیوګانې واخلئ او موږ ته راواستوئ چې موږ هم په خپرونه کې تاسو ته در وړاندې کړو نور دوستان هم ورنه مستفید شي او وګوري. واقعا چې زما هم دغسې ځایونه ډېر زیات خوښېږي او نه یوازې بند قرغه بلکې نور ځایونه هم موږ او تاسو په افغانستان کې لرو چې ډېر ښایسته ځایونه لري ډېر په زړه پورې ځایونه دي داسې ځایونه دي چې د لیدو وړ لري نو تاسې هم هغه ځایو ته ورسئ د نږدې نه یې وګورئ او ورنه خوند واخلئ. ګران دوستان بیا هم د تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې تل زموږ خپرونه ګورئ تل موږ سره همکار یاستئ د ګلبانک خپرونه له ما سره یوازې نه پرېږدئ نو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. خو لاړ به شو لنډه دمه به واخلو او له دمې وروسته زما ګران همکار خالدجان هم شته خپل میلمانه سره به خبرې اترې لري.
بنام یاد خدا با عرض سلام و احترام خدمت همه شما خوبان، آرزوی صحتمندی شما را دارم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین و کنار خانواده هایتان یک صبح عالی و پر از انرژی را آغاز کرده باشین. دوستان عزیز، یک بار دیگر خدمت حضور شما هستیم، بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم تا برنامه گلبانگ را خدمت دیده های شما خوبتر و بهتر تقدیم بکنیم. پس از همه شما دعوت میکنیم که تا پایان برنامه گلبانگ که رأس ساعت 9 میشه در بیننده برنامه خود ما باشین و ما هم خدمت شما هستیم و کوشش میکنیم که امروز متفاوت ترین برنامه را خدمت شما تقدیم بکنیم. و جا داره که سپاسمند همکار خیلی خوب مارزو گاکر باشم که بخش اول برنامه را تقدیم شما کرد. در بخش دوم برنامه دوستان عزیز همچنان استدیوی گلبانگ مهماندار هست جناب احمد نوری، استاد زبان انگلیسی به طریق یا بر روش آنلاین در برنامه با ما حضور پیدا کردن. دوستان عزیز قرار است صحبت بکنیم در مورد به چگونگی یا چگونه بتوانیم زبان انگلیسی را فرا بگیریم یا چگونه بتوانیم زبان انگلیسی را بیاموزیم و یا هم یاد بگیریم بیشتر صحبت میکنیم، که قبل از همه ما حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. جناب استاد سلام، خیلی به برنامه خوش آمدین، صبح شما بخیر. سلام، امید که جور صحتمند باشین. من احمد نوری هستم و خیلی خوشحال هستم که دوستان عزیز و شاگردان عزیز که همین اکنون برنامه خوب شما را بینیم بس و یک تشکری خاص از شما که ما را دعوت کردید. قربان شما، سلامت باشین. صبح را چیگونه آغاز کردین جناب استاد؟ صبح مثل همیشه فوق العاده عالی و پر انرژی همیشه ما آغاز میکنم. صبح یک استاد چیگونه آغاز میشه؟ معمولا یک استاد خیلی پرکار نه وقتی که یک استاد که خیلی پر انرژی باشه با شوق درس بده، بله. او همیشه هدف کار نیست، هدف لذت است، هدف تفریح است، هدف شوق است. بله، خب جناب استاد پیش ازی که ما بپردازم به پرسش ها میخواییم که پرسش را از اینجا البته یک تجربه شما را میخواییم که در آغاز داشته باشیم، که چی چیز شما را به خاطر یادگیری زبان انگلیسی ترغیب کرد و همیشه که از راه های ابتدایی و یا هم از روش های ابتدایی که شما استفاده کردین همچنان یادآور شوید؟ خب اول ما که شروع کردم انگلیسی را، اول ما در کورس ما را پدرم شامل میکرد که برین درس بخونی. چیز است که همیشه تمام فرزندهایی که در اینجا تمام خانواده ها فرزندهای خانواده ها حتما تجربه کرده که در کورس ها میرفته و ما به شوق رفتم، گفتم ما باید انگلیسی را یاد بگیرم که ممکن که شاید خارج کشور برم، شاید به درد بخوره که مثلا ما اگر یک نفر باشم یعنی یک زبان یاد دارم، اگر دو نفر باشم یعنی دو زبان یاد دارم. از اون خاطر شوق من بیشتر شد و یک چیز دوگام بود که من میگفتم که من اگر در پانتون را پیدا کنم دوگام انگلیسیم قوی باشه خیلی خوب است، مردم مرا تشویق میکنم. و یک هدف خاص دیگه که داشتم، خوش داشتم که با لباس سادی با دریشی که برم در روی استیج استاشم خیلی خوش داشتم. این چیزایی بود که انگیزه مرا زیاد کرد و شروع کردم به تدریس. و سال 1394 بود که من انگلیسی ما تمام کردم، دیپلم گرفتم، تمام چیزها. سال 95 بود که دیگه من آهسته آهسته روی انگلیسی کار کردم، سیستم جور کردم، کتاب جور میکردم، توضیح میکردم، به کورس ها بود. سال 96 دیگه رسما آغاز کردم به تدریس انگلیسی و آهسته آهسته هم تو پیش رفتم تا حاله. خب جناب استاد، حالا پرسش خلق میشه که چگونه میتوانیم انگلیسی یاد بگیریم؟ خب خیلی آسان است، هر چیز مگه از خود راه داره، وقتی که راهش بلد باشیم ما خیلی راحت میتونیم بریم. انگلیسی هم راه داره. راهش چی است؟ اولین چیز انگیزه است. اگر انگیزه ما داشته باشیم آنقدر پیشرفت میکنیم به اینکه انگلیسی را ما یاد بگیریم. دومین چیز هدف است، ما چی هدف داریم به انگلیسی که ما میخوانیم. وقتی که اینا را داشته باشیم آهسته آهسته انگلیسی ما پیشرفت میکنم. و در پهلوش باید ما آنقدر کار کنیم، مثلا اگر من روز یک ساعت کار کنم روی خود انگلیسی بخوانم آنقدر پیش میرم، اگر دو ساعت بخوانم بیشتر پیش میرم. یعنی تلاش خود انسان هم است. یعنی من در جایی هستم که دوستایم هست، همسنفان پانتونم هست، از مکتبم هست، تمامش هست، پیش من درس میخوانه. چرا؟ چون که من آنقدر پیش رفتم و خیلی شوق داشتم به یک انگلیسی رو بخونم. بله جناب استاد، حالا پرسش همچنان خلق میشه که چگونه میتونه که محیط تأثیری داشته باشه؟ بخاطر که اکثریت هستن در خانه، میگن ما ویدیوهای خودآموز میبینیم و کتاب را پیش خود میخوانیم، پیش خود یاد میگیریم. به چه شکل میتونه که محیط تاثیر داشته باشه روی یادگیری، یعنی روی یک فرد که میخواد انگلیسی یاد بگیره؟ محیط خیلی تاثیر داره. مثلا شما اگر در خانواده پشتو زبان به دنیا بیاین، پشتو رو یاد میگیرین، در خانه بر شما چی میگه؟ دوده، اوبه، این چیزا رو میگه. در خانه فارسی زبان پیدا شوین میگین آب، نان، پدر، مادر، این شکلی میگه. در خانواده ژاپنی، در هر خانواده که پیدا شوین
چیره میشنوین، هر روز امور میشنوین و لسننگ یکی از خوبترین مهارت است که انگلیسی شما رو تقویه میکنه. خیلی شاگرد ها پرسان میکنه استاد ما چرا قمیتونم انگلیسی یاد بگیرم؟ یک روش هست که شما باید لسننگ خیلی گوش کنین. وقتی که لسننگ گوش میکنین آنقدر تاثیر داره. مثلا شما آهنگ چرا قمیت دارین؟ یک آهنگ کلتون یاد دارین امیاله؟ امیال پرسان کنم خیلی آهنگ میتونی خونده. چرا؟ چون او را بارها شنیدین. خب بیاین امیره بجای آهنگ امیره از لسنینگ های انگلیسی استفاده کنیم. آنقدر پیش میریم. من خودم وقتی که فهمیدم که انگلیسی ای رقمی آسان است خود چرا لسنینگ استفاده نکنم؟ ویدیو های انگلیسی را اصلا مانوش نمیفهمیدم، اصلا ترجمهش نمیفهمیدم، مشنویدم. به حد رسید که تلفظش یاد گرفتم، کلماتش یاد میگرفتم به مرور زمان. آهسته آهسته پیش رفتم. یعنی محیط خیلی تاثیر داره. در یک محیط باشی که مثلا اگر پشتو باشم مکمل تو پشتو زبان میشی، اگر انگلیسی باشم تو مکمل انگلیسی یاد میگیری. ولی ایستا که باید لسننگ بشنوی. لسننگ که نباشه هیچ چیز تغییرات نمه. بله جناب استاد، شما بیشتر تاکید روی لسننگ یا هم گوش دادن انجام دادن و کردین. میشه که در مورد از این صحبت بکنین؟ بخاطر که روش ها فرق میکنه. مثلا بعضی افراد هستن که توسط شنیدن خوب یاد میگیره، بعضی افراد هستن که توسط خواندن که میخوانن و بلند خوب یاد میگیرن. خب بعض فرق میکنه. شما نظرتون در مورد از چی است؟ خب بعضی هاست که از روی خواندن خیلی خوبتر است، مثلا ریدنگ میکنه، فست ریدنگ میکنه، اونا اون موضوع رو میگیره. اما لسننگ که هست که چی شوق داشته باشی چی نداشته باشی، او در زمیر ناخودآگاه میره. ما دو رقم زمیر داریم، یکی خودآگاه یکی ناخودآگاه. خودآگاه ما که هست همیال خود ما این زمیر هوشیاری ماست. یکی ناخودآگاه ماست که از درون ما یک چیز رو وقتی که پروگرامش میکنیم میره در وجود ما، میره پروگرام میشه. مثلا همین هایی را که ما داریم، مثلا میگه که اینی کار نکو که مثلا اینی کار میشه، این ده باورهای ما شیشته و امروز او کار انجام میتیم. این حالا بیاین باورهای ما را تارو جور کنیم که لسننگ انگلیسی را در زمیر ناخودآگاه ما پرتیم. وقتی در ناخودآگاه ما میپرتیم خود مغز ما پروگرام میشه که دسنه گپ زدن مثل کمیال ما گپ میزنم چی پروگرام شده، زبان دری پروگرام شده و تو فکر نمیکنم کمیال کدام لغت استفاده کنم که ما این جمله را بگویم. خودش پروگرام شده. اینا انگلیسی رو ما این چیز باید کار کنیم، بشنویم تا او شیشه پروگرام شده. پروگرام که شد بس تنظیم میشه ذهن ما. دیگه ما هیچ فکر نمیکنیم به اینکه مثلا ما انگلیسی را لغت به لغت بگویم، همون راز گپ میزنیم. بله جناب استاد، شما که آنلاین تدریس میکنین و درس میدین، مشغول هستین، ما میخوایم این پرسش به طرفانه جواب بدین و برش پاسخ بدین که آیا دروس آنلاین میتونه که مفید باشه و یا هم حضوری؟ خب مردوشه درس دادیم، هم حضوری ده هم آنلاینه. یعنی کسی بودیم که هر دو طرف دیدیم، مثل یک نفر که در افغانستان باشه در خارج کشور باشه با کدام خوب هست؟ از شما میتونم که خیلی خوب قضاوت بکنم. خیلی خوب قضاوت بکنم. ما که در کورس بودیم مثلا گرمی میشد، چون در افغانستان هستیم او امکانات نیست مثلا که به اینکه پکیج زیاد باشه یا سی زیاد باشه. در جایی که فیزیکی میریم مثلا از گرمی شاگرد ها زیادتر گرمی میکرد، استاد ما رو گرمی کرد درس یاد نمیگیریم. سردی مثلا میشد، برف میبارید، حوادث طبیعی به وجود میاد، زلزله میشد، مثلا سیل میاد، هر چی میشد. ولی در آنلاین گپانی در خانه شیشتی، امکانات خانه تست ای سی اس کولر است، راحت در زمستان زیر کمپل شیشتی راحت درس میخونیم. دیگه استاد تا در کورس یا در جای حضوری خودت تعیین نمیکنی کدام استاد باشه. در اونجا میشین یه دفعه استاد میره اون امور باید قبول کنیم و بمون بسازی. دیگه خیلی کسا خوش نبرم میرسن فقط چون میکنم اخی. ولی آنلاین چی هست؟ میگردی تحقیق میکنی. یعنی در حدود 15,000 نفر که شاگردای ما هست اونا اول مرا دیده، بعدش در سایه مرا خوب دیده، در اینستاگرام، در یوتیوب، کل چیزا رو دیده، بعدش مرا انتخاب کرده. پس انتخاب دست کیست؟ دست خودش هست. دیگه ای که شما وقتی که یک جای کورس میرین نیم ساعت در رفتن نیم ساعت در آمدن و ای که مثلا لباس منظم میکنی چیزا یک ده دقیقه بیزخه وقت میگه، تقریبا یک ساعت تان میره در می رقم. ولی در آنلاین چه رقم است؟ بجای هم یک ساعت بشین در خانه راحت بشنو. پس از این نتیجه میگیریم که در کورس ها که میریم متاسفانه ویدیو نیست، فیلم نیست، فیلم های انگلیسی رو ما دیدن نمیتونیم، لسنینگ نیست، هیچی نیست. ولی در آنلاین مکمل تنظیم کردیم خودم، ویدیو هست و لسنینگ هست که میتونیم راحت انگلیسیتان رو تقویه کنیم در مدت خیلی کم. بله جناب استاد، کدام مهارت ها را ما باید در پیش بگیریم تا زبان انگلیسی ما تقویت شود؟ در انگلیسی 4 مهارت اصلی هستن. لسنینگ هست که میگیمش انپوت یا ورودی، وارد ذهن ما میشه. دومش هست ریدینگ که برش میگیم آوتپوت، یعنی خروجی، آن چیزی که شنیدیم او را
میخوانیم. بعدش هست لسنینگ هست اینپوت هست، بعدش سپیکنگ هست، سپیکنگ هست خارج میشه. دومش، سومش که هست ریدنگ هست، ریدنگ اینپوت هست، یعنی ما که میخوانیم در ذهن ما میره. و بعدش مهارت چهارم رایتنگ هست که آن چی که در ذهن از او را ما چی میکنیم توسط دستای ما نشته میکنیم. چرا؟ چون که در ذهن ما ار آن چی که باشه ما او را نشته میکنیم. مثلا در ذهن ما یه چیز نداشته باشیم چی نشته کنم؟ چهار مهارت اصلی، listening, speaking, reading, writing، این چهار مهارت یاد داشته باشید. انگلیسیتون خیلی تکمیل میشه. اول listening است. خب جناب استاد، برخی از چالش های رایج به خاطر یادگیری زبان انگلیسی مطمئنن که وجود داره. او چالش ها چی است و چی گونه میتوانیم که بر این چالش ها غلبه بکنیم؟ خب در اول ما گفتم که انگیزه، هدف خیلی مهم است. ما وقتی که در یک چالش میخوریم، مثلا میگیم که خسته شدم دیگه، چقدر انگلیسی بخونم، چرا یاد نمیگیرم، دلیل چی است؟ من چرا هرچی که میخونم یاد نمیگیرم؟ تو یاد میگیری، ولی تو خودت با دیروزت مقایسه نمیکنی. تو خودت با یک کسی که 10 سال انگلیسی خونده، یک کسی که امریکن است خودش، یک کسی که آمریکا است، یک کسی که سالها انگلیسی را خونده، تو خودت که تازه مقایسه میکنی. خب طبعا نگه، حالا مثلا در خانه ما از روز تولد شدیم تا امروز برادرم کتمه بوده، ایشون نفهمیده که ما چرا هم کلان شدیم. ایشون نفهمیده چرا؟ چون که یک جای کلان شدیم و ایس نایده. یک کسی که مرا سالها بعد ببینه میگه او تو چقدر کلان شدی. انگلیسی هم این چیز است، بر خودت معلوم نمیشه تو چقدر یاد گرفتی، ولی اگر مثلا ویدیو گرفته باشی، دانسته های قبلی داشته باشی، نشته کرده باشی، من قیاد دارم بعدش یک دو ماه یک سال تیر شد با دوزو که ببینی بگی من هیچ یاد نداشتم، مالا چقدر یاد گرفتیم. اما در نظر خودت کم هست، اما هم نه من یاد نگرفتیم. اون چیز هسته که باعث میشه که تو خودت ضعیف فکر میکنی، ولی او گپا نیسته. و چی گونه میتونی که غلبه بکنیم بالای زنی مشکل؟ خب غلبه ایسته که اول عجله نکنیم. به یک مثلا ما بگوییم که چه وقت ما یاد میگیریم؟ بخوان، هر روز خوانده برو، تلاش کن، بخوان. دوم ایسته که خود آنقدر انگیزه بده، ای که نیه که مثلا تا ناوقتهای شب بیدار باشه. آنقدر کار ما خوبیش هسته، مثلا تا صبح ما میشینم بخاطر کارم. چرا؟ چون که علاقه دارم. غلبه به این میکنی که مثلا اطراف تسایی که ببین که اونا یاد میگیره، تو یاد نمیگیری، بر تو یک الگو شد، بر تو یک انگیزه شد. وقتی که انگیزه داشته باشی به او چیز غلبه میکنی. انگیزه که نباشه دیگه متاسفانه چی میشی؟ ناامید میشی و دست میکشی، باز میگی نه من انگلیسی یاد نمیگیرم، کن ذهن هستم و چیزها رو میگی بر خود. بله جناب استاد، یک پروگرام منظم چقدر میتونه مفید باشه؟ بخاطر که افراد هستن که 3 ماه 4 ماه یک کورس میرن، باز زور اعلام میتونه چند مدت وقفه میگیرن، بعدن میرن باز یک کورس دیگه ثبت نام میکنن، 3-4 ماه دوام میخوانن. یعنی یک پروگرام منظم نداره. به نظر شما پروگرام منظم چقدر میتونه که مفید واقع شود در یادگیری زبان انگلیسی؟ خیلی کس هست، شاگردهای خودمون بوده، میگه استاد ما رفتیم 2 ماه در جای خواندیم، 5 ماه در جای خواندیم، 1 سال در نفهمیم که چی بگیم. خب شما یک کار کنین، همیشه یک چیزی که میگیرین تا آخر پیش برین. شاید خوب باشه، شاید خوب نباشه، همیشه یک چیزی پیش برین تا آخر. ما وقتی کورس خواندم دیگه من جواب نمیشه نیدم، گفتم من نمیره خلاص میکنم، چی خوب باشه خراب باشه من پیش میبرم، میره تا آخر پیش میبرم. یگانه چیزی که ما پیش رفتیم تا آخر رفتیم، دیدیمش که چی است، تا امو آخرش رفتیم، تا عمقش رفتیم، تا عمقش رفتیم. ما وقتی تا آخرش نری نمیفهمی که چه رقم است. 2 ماه در جای میخوانی، 3 ماه، این 2 ماه و 3 ماه چی است؟ خو انگیزت کم میشه که 2 ماه میخوانی. روز اول خیلی کلگی خوش داره که قلم به دستش باشه، کتاب به دستش باشه، خوش اندازم دیزم استانا که شاگردا که میامند دوستاشان مثلا خونه کامه خودم، ولی میامدن اشتراک میکنن دستن سنفا میدی 40 نفر 50 نفر و میفتیم واه چقدر خوب. ولی داخل که فارغ میشدن 2 نفر 1 نفر از نمو سنف 1 نفر فارغ میشد. چرا؟ چون که کلگی میامد به ای که مثلا یک انگلیسی بخونه از خانه روانشان کده بیا یک 2 ماه میخن یک 3 ماه میخن، نه ایست باز بخون تا آخر، بخون صحیح بخون. اونو وقت هست که تو پیش میری. خب بازم گپ سر چی شد؟ انگیزه شد، انگیزش ضعیف میشه. هدف نداره، بخاطر چی میره میخوانم؟ حالا ما مثلا ما اینجا که قرار گرفتیم اینجا اومدیم بخاطر چی؟ بخاطر یک هدفه. شما مثلا بخاطر چی اومدیم؟ بخاطر یک هدفه. هر کسی یک هدف داره، بخاطر هدفی که میخواد به او زودتر میرسه. که انگیزه نباشه، هدف نباشه،
میخوره که رفتنش فایده نداره دیگه. به انگلیسی هم میشینی دیگه. بله جناب استاد، یک موردی که خودم شنیدیم، بارها شنیدیم از دوستا و کسایی که نزدیکای ما بودن، گفتن که ما خود ما استعداد انگلیسی خواندن و یا هم استعداد انگلیسی یاد گرفتن را نداریم. نظر شما در مورد از این چی است؟ آیا انگلیسی یاد گرفتن استعداد به کار است؟ دقیقاً که به کار است، ولی کسایی که میگن ما یاد نمیگیریم یا ما به قول خودشان تنبل هستیم، گفتن شما در مورد از این افراد چی است؟ یک چیزا بگویم، خیلی هاستا به خواندن ساخته نشده، خیلی هاست که به خواندن ساخته شده. حالا مثلا نمیتونیم ما مثلا لینل میسی یا کریستیانو رونالدو بازیکنای فوتبال هسته اونا را بگیم که بیا تو ریاضی بخوان، نمیشه. او چی رو خوش داره؟ او فوتبال خود خوش داره. یا مثلا انستاین نمیشد که بیاد تو فوتبال، او دم فیزیک خود بود. اینا حالا خیلی کس هست ده یک چیز ساخته شده باید امور بره. مهم نیست که باید بخونه، تحمیل باید نشه سر یک کسه. و دیگه ای که انگلیسی هیچ عوامل بیرونی کار نداره. مثلا شما چی زن باشین، چی مرد باشین، چی خردسن باشین، چی کلانسن باشین، در هر جای باشین، در افغانستان باشین، اروپا باشین، آمریکا، در هر جای باشین انگلیسی رو یاد میگیرین. شما که اگه آهنگ گوش میکنین یاد میگیرین، آهنگ فرانسوی باشه یاد میگیرین، پشتو باشه یاد میگیرین، انگلیسی هم عین چیز است دیگه. بشنو یاد میگیری. چی رو بشنویم این عالم؟ تو مثلا پرسیدم چی رو بشنویم؟ خاله لسانه خو میگی چی رو بشنویم؟ اول مثلا برین در یوتیوب مثلا بگردین شارت ویدیوها یا مثلا استوریا را، استوریایی که مثلا در یوتیوب هست خیلی زیاد است انگلیسی، اونا را مثلا سرچ کنین، اونا را هر روز کتان بشنوین، داستانا را بشنوین. دومی که آهنگای انگلیسی را زیاد گوش کنین، سبتایتلای انگلیسی داره بشنوین، ببینین و بشنوین. نه ای که مثلا سبتایتلای دین فارسی است او را اصلا نبینین که انگلیسی را دوام خراب میکنه، چون تو با ترجمهش سهل میکنی انگلیسیش ایت نمیشنوی تو. خواه سلامت باشین جناب استاد، اگر حرفی مونده باشه و ما اشاره نکرده باشیم که بریم در خدمت شما. خواهش میکنم. یک چیز دیگر هم براتون بگم، خیلی مهم است، خیلی خیلی مهم است، ایست که اقدام. ما همیشه به شاگردای خود میگم اقدام، یعنی کار فردا را امروز انجام بده، کار امروز هم یاله. وقتی که کار انجام دادی، مثل که خداوند در قرآن کریم گفته آمنو ایمان بیارین و عملو و عمل کنین. تنها نیست که مثلا بگیم من میخوانم ایمان میارم، نه، اقدام کو، عمل کو، بعدش باز به نتیجه میرسی. فقط اقدام، اقدام خیلی مهم است. سلامت باشین، سپاسمند حضورتان در برنامه. خواهش میکنم، سلامت باشین، بخیر باشین. بینندگان عزیز، امیدوار هستم که چیستی و چرایی شما حل شده باشه در این مورد و حرفا و نکات خیلی خوب و ارزنده ای را جناب استاد اشاره کردن که باید ما انگیزه داشته باشیم به خاطر یاد گرفتن و باید یک پروگرام منظم را تعقیب بکنیم تا ای که بتانیم یک زبان خوب و خب انگلیسی یا کدام زبان دیگه مهم نیست، فقط هر زبانی را که ما میخواهیم یاد بگیریم باید یک پروگرام منظم داشته باشیم و در پهلویش انگیزه و تلاش هم خیلی مهم هست که داشته باشیم، حتما و حتما یاد میگیریم. این عقیده غلطی که میگه ما استعدادش نداریم، لطفا از ذهنتان دور بکنین. همه ما استعداد داریم، فقط کم تنبلی ما را میگیره. این تنبلی را از وجود خود دور بکنیم، مطمئنا که همه چیزی که بخوایم در زندگی او را به دست میاریم. خب بینندگان عزیز، در حال حاضر همچنان رفت و برگشت کوتاهی می داشته باشیم، در ادامه با همکار خیلی خوبم آرزو کاکر باشید. دوستان به هم تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. مه هیله مندم چې ښکلی سهار مو پیل کړی. همدارنګه مننه کوم د خالد جان څخه چې خپله برخه یې تاسو سره یو ځای مخ ته بیوړه. او په دې برخه کې زه له ځان سره په سکایپ کې میلمه لرم، هغوی ده شازیه کوهستانی چې په هندوستان کې ژوند کوي، همدارنګه د ښځو انجمن سره همچنان همکار ده. راځئ چې د دې د ژبې څخه واورو او زیاتره معلومات له دې سره ولرو. سلام صبحتان بخیر خانم شازیه، خوب هستین؟ خوب، شما بخیر. صبح بخیر خیر باشه. سلامت باشین، ممنونتون، خیلی خوشحال شدیم که شما در برنامه با خود ما داریم. میخوایم که در نخست یک معرفی از شما داشته باشیم. سلامت باشین، شازیه کوهستانی هستم، رئیس انجمن روپوچی زنان مهاجر. بسیار خوب، سلامت باشین، تشکر. از مسافرت بر ما بگین خانم شازیه، چگونه میگذرد دور از وطن؟ مسافرت خوب تعلیمی مهاجر خو بر پیده است که یک پدیده بسیار رنجاور و دردآور است. بلکل تن خودش یک رنج است. بلکل وکن شکر از به هر حالش که زنده هستیم غنیمت است.
شما در زمان میشه که دور از وطن هستین؟ بله. شما در زمان میشه دور از وطن هستین؟ مدت 5 سال میشه. 5 سال میشه. خب همی که دوستای ما همه کسایی که مسافر هستن، دور از وطن هستن، صحتمند باشن، بر ما همی کافی است، مهم است. مشکلات زنان در هند چگونه است؟ از چه مشکلات بیشتر رنج میبرن؟ زنان در مجموع زنان از بی سرنوشتی رنج میبرن، از دور از وطن، از بیکاری، از نداشتن امکانات زندگی برای زیادتر رنگ میبرن. بله. آیا کدام سازمان یا گروهی هست که از زنان افغان که مهاجر هستن حمایت بکنن؟ زنان سازمان ها زیاد هستن که با کمک میکنن. پارتنرهای سازمان ملل متحد هست مثل سیک باسکو. اما مهاجرینی که در افغان زندگی میکنن فقط یک مرجع غیر رسمی انجمن رفوجی زن است و کمیته انسجام مهاجرین است که بر زنان کمک و امان زنان. سلامت باشین. خب زنان افغان از نظر اشتغال و تحصیل در دهلی با چه چالش های روبرو هستند؟ زنان افغان بخاطر نداشتن اقتصاد خوب که بتانن تحصیلات خود ادامه بتن بر. امکانات بسیار ناچیز دارن، نمیدانن که اونا تحصیلات خواهید آمد بده و گرپ دیگه ایش که اونا مشکل زبانی رو برستن که این مشکل زبانی مانی ادامه تحصیلشان شده. چگونه زنان مهاجر افغان در هند جامعه خود را یا فرهنگ خود را کنترل کردن؟ ما گرفتن برنامه های فرهنگی عنعنوی با پختن غذاهای افغانی، با پوشیدن لباس های افغانی هم فرهنگ خود. سلامت باشین. و های برای حمایت بهتر از زنان مهاجر افغان سیاست یا تفسیر خاص وجود داره؟ با خانم های افغان نه وجود نداره. ما در هندوستان موقتی زندگی میکنیم، اینجا کدام یعنی کدام چیز قانون داره که خانمهای افغان اینجا هر چیزی که هستان هست هیچ تأثیری برای خانم افغان نداره، چون ما اینجا موقتی هستیم، هیچ کدام جواز قانونی هم نداریم برای اقامه، چون هندوستان کانونیسیون مهاجرت امضا نکرده و ما اینجا با یک پارت رفوجی کارت که از طرف من داده می شد ما و آخر ویزی التیوی که در سال 2019 ویزی التیوی را بر افغانا می کن که ویزی آل فیلن بند شده بند شده ویزی افغانا فقط چی زندگی می کنن. هیچ قانون دولت هندوستان یا هیچ سیاست قبال زن مهاجر یا مهاجرین هیچ تأثیر نه. خانم شازیه چی برنامه هایی را روی دست داریم برای این دیتان؟ در اینجا برنامه های ما موقتی هست برای که آینده در اینجا دیست برخانهایی که در اینجا آمدن بله. بر بودن اینجا نامدن اینجا آمدن که از اینجا کشور جوان از اونجا برن اونجا تعیین سرنوشت شون و اونجا زندگی خود و هدف و یا پلانی که در برنامه در آینده خود دارن اونجا باز تطبیق میکنن. اینجا ما برنامه هایی بود که بیدز بر زنا کورس های آموزشی زبان بیز کورس های فرهنگ کورس های صنایع دستی هست برای خانم ها اینی برنامه را روی دست داریم سرش کار میکنیم و تقریبا کورس های ایجاد شده در چند مناطق سنترهای از طرف کمیته انسجام مهاجرین برای خانم ها برای مهاجرین ایجاد شده در این سنترها خانم ها درس میخوانند. بله. دقیقا چقدر خانم ها اینجا مصروف هستند؟ تقریبا
تقریبا خانم ها زیاد بودن، حالا الحمدلله شکر بکشم که اکثرشون تعیین سرنوشت شدن در این سالها. تقریبا 500 خانم در دیلی مهاجر هستن و فعلا در کورس هایی که مصروف هستن. سلامت باشین. آیا می توانید هر گونه داستان یا تجربه شخصی که تا باور زنان مهاجر افغان را برجسته می کند به اشتراک بگذارید؟ زنان افغان یا بسیار دارای قهرمانی و بسیار داستانای خوب و بدی را زیاد تجربه کردیم در طول همین 3 سالی که من برایشان کار کنم، مسئولیت انجمن دارم، ما داستانای بسیار قهرمانی تجربه کردیم. بله بسیار. بانایی و برنایی و خودباوری زنا افتخار میکنم در زنای افغان با حمد زن واقعا سر دنیا با هر مشکل هر چالشی که دارن، اما خاطم زندگی خود پیش میبرد، امید نمید و خانم های هستن که اینجا بیوه هستن او دارن. بله. اما بدون هیچ امکاناتی که در اینجا زندگی میکنن یک مهاجر است. بله بالکل. مجوز قانونی هم ندارن، باز هم میتونن که از بیکار خود براین و فکر کنن. من خانمی را میشناسم، خانمی را میشناسم که طفلای خرد دارن، شوهرش نیست، تناز بیوه است. بله. زندگی خود را بسیار خوب میچلانن، پیش میبرن. واقعا که زنان افغان خیلی موفق هستن. بله با یک پای مادی دخانیش هست، بسیار زندگی آبرومندانه در پیش میبرد و از همون طریق حیاتی یا دارت چک خود میدانه که منفقی قابل خود را آماده بسید. سلامت باشین خانم شازیه، بسیار جا تشکر که از طریق سکایپ مهمان برنامه ما بودین. اگر کدام پیام دارین به خانمای مهاجر افغان پس بفرمایین. سلامت باشین. پیام ما برای خانمای افغان همیشه می بوده که همبستگی و انسجام خود همیشه حفظ کنن. بله. و هر وقت خود توانایی که دارن، همتی که دارن، همیشه پایی ساده باشن، تقنن هیچ وقت با دوشت بار ظلم نمیرن. سلامت باشین. نمیرن و همیشه هر خود باور داشته باشد دست بگیرن و هم دیگر پذیری داشته باشد. سلامت باشین. تشکر. و برای هموطنان ما که در افغانستان هستن چی پیام دارین؟ و هموطنان عزیز ما، برای دختر خانم ما معنی پیام است که صبر و حوصله داشت. بله. فقط زندگی دامد برای دیگه چیز ما برشان گفته نمیتونم. خداوند دیگه صبر و حوصله مندی بده. سلامت باشین. یک جهان ممنونتان. تشکر. سلامت باشین. وقت بخیر. وقت دارین. بخیر باشین. گران دوستان تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم چې زمونږه د خبرونې برخه مې ولیدلې او موږ سره همکار وې. لاړ بشو یو خولي کڅوړه یا هم تصویري بستا چې فکر کوم همکارانو مې کومېډي شو ده. راځي چې یو ځای وګورو به تبره ګرځو ګلبان خبرونې ته. اولاد چی به درد بخوره؟ ولاګه به درد بخوره، ولاګه یک ذره به درد بخوره. فاروق سلام علیکم. کاکا کلاغات تو خوبه؟ و علیکم السلام. تو بخیر هستی؟ تعجب کردی که مرا دیدی؟ آ باور کن صبح اومدم یه نیم ساعت در قصر این کسوا در آخر بار خطا شدم. خدای چی از روی دیوال خود انداختم. نام خدا اردو گلدانی. از این گلدانی ششتن گیم میزنن. گیم میزنن؟ گیم میزنن. گیم میزنن. این اولاد بچی به درد میخونه کاکا کلاغا. ای 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 ای
بچ کم بس بوئی بوئی او بیا 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 تو بیا این از اونجا سب 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 بوئی بوئی او بابا 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 برو کشتا شدی کشتا شد بریم بریم برو 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 بالا بالا کشتا کشتا نمی ده کشتا اون کنتینر رو کنتینر رو کنتینر رو او بچه ها کشتا کنتینر بوئی 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 بالا بالا کشتا کشتا او بیا 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 آفرین 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 آقا سلام آفرین یک سو چده کمچم مرگ سلام یک سو چده کده پرسنده آنه سلام چه کنم بالا بالا یا اولاد چیکاری چیمانان میخوره لکنده ره؟ او بچه خون خون. اوه لکنده ره. خون چیم اینا؟ خون خون. اوه لکنده. چرا چرا آقا چرا؟ آقا خیرات باشه چرا؟ پس کت تصدیق شد؟ آه چرا؟ پس کت گا؟ چرا چرا آقا چیکار؟ ای آقا چرا چرا؟ آقا من همیشه میگم چرا؟ چرا؟ چرا در بدن سه ایمت از اینکه خب ندن ایل گروه ها اگر دستازی ها ما تا بینی رسیدیم یک ساعت شده که دروازه رو ما کن این امین لکندر ها یکی دروازه رو ما نکن آقا دروازه رو شنی گفتم بود دروازه رو باز نکردی نمی آدم آقا دروغ میگن خود شنیده بود تیر خود دروازه رو باز نکرد بس کن بیشی بیشی دیگه بیشی بیشی یک دستازی ها گروه ها تا بینی رسیدیم آین دخانه نمان نانقا دخانه نمان میگم یک دتا که نانقا بیاری که برادر دمی کفتر ها پرتم میگه نانقا نیست نانقاق چی شد؟ اینمی لکندر را میبینی؟ اینمی لکندر نانقاق از امی سر خشانی خود میگیره ترک که کنه میره سودا میکنه اوی دیگه ایسا نمیگی آین باب در خانه نمان امی میبانو که یک بغل که آین کار میشه امی میبانو آین قاین که در خانه میبانو که آین ما این نیست آین چی شد؟ تلکره میگم آین چی شد؟ میگه آین نیست پشتی میکنه پشتی بچه های خدا میکنه آین فروشیش نارقا فروش ایش میخوایی پی بکنه در خانه نمان اما آین چیز یک زینای آینی با خود نیتون معمولی چی که دیو زینای آینی رو در پشت زنه کم سر نکنه از دستت یا آقای گل اگر تو یار اصلاح نسازی باور کن که تو مامای شان هستی این چند دفعه من برای جا گفتم که اصلاح شوین اصلاح شوین من این پسر گوش بگی آمده این که مشکل حل کنم بخیر اینه گوش بگی من تا چه خواه خواهی من که غم از یاره بکنم خدای از یا باید یک مسئولیت بزرگ در سرشان های خود پردن برن کار کنن زامت بکشن آینده وطن امیاد دن آل ما خواهد ما خلاصن آقای گل خلاصن این در وطن کام بطن هستم ای اولادا کنک بزن موبایل بگی دگه دیوانه شده من دستان یا این رقم خونه میشم بگی قربانه چی هم ما من زان هستم خود هستم که برم دیگه هم کنم لطفا اجازه بده که من صحبت کنم ها دستتان رو بخونید زامت بکشین تو تا کی ریسفید بشه برای زامت بکشه بر شما یه قانون پیدا کنم همین لحظه میبرم تو دو پروژه شما رو تو میکرم روز یک سید گمدم میتونم تا بعد از چند روز به کار سید میتونم دست هی ببینی آقای گار هی ببینی اینی رو میگن مامای بره دیگه مامای داشته بره گم کنی رنگ نمست پیشتی من نه گندم بره گندم بگی بره مستد پوش بره آقای گار گوش بگی من میگم اگر پایین بلد کار است چهار سو بیاره با برست پیشتی مکن نه هشت بجه میرم آخ بچا میبرم خیلی ببینی ما میگم خیلی بابا رفت برو 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 تا چی وقت ها برادر ماندم زلا در بدر خاک بسر سلو ایرکم پا نمیزا ما آخر انسان هستم الله الله خیلی ببینی بیردر آه بچا
بله دوستان عزیز، برگشتیم، دوباره با شما هستیم. ادامه برنامه خودتان، برنامه گلبانگ هست. دوستان عزیز، باز هم مهماندار هستم در این بخش از برنامه. خوشبختانه که حبیب الله ناجی، فعال فرهنگی و اجتماعی هستند، در برنامه حضور پیدا کردن و میریم و سر صحبت‌ها را امرشان آغاز میکنیم. سلام ناجی صاحب، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. مقصد از آمدن ما طلب دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم نیست، ور ناخوش گذرد نیم نفسش بسیار است. سلام تقدیم میکنم با شما تمام بیندگان محترم، خوشحال هستم در خدمتتون قرار دارم. صبح شما بخیر. سلامت باشین. من معمولا از مهمانان خود میپرسم که صبح را چگونه آغاز کردن. شما میشه جواب بدین که صبح را چگونه آغاز کردین؟ چون امروز برنامه داشتیم، با انرژی بالا شدیم، البته نماز را ادا کردیم. خداوند قبول بکنه. بعد ان شاء الله خداوند قبول بکنه از همگی. بعد یک سری تمرین در رابطه با برنامه داشتم و بعد دیگه خدمت شما اینجا رسیدم. سلامت باشین، حضورتان بخیر باشه. سلام. خب میشه در نخست از فعالیت ها و کارکرد هایتان بگوین که این فعالیت ها و این کارکرد های اجتماعی و فرهنگی تان از چه زمانی آغاز شد و فعلا شما در چه جایگاهی قرار دارین؟ من از کودکی علاقمند کارهای اجتماعی بودم، البته اشتراک میکردم و بعد از سالهای 98 و بعد در روند و انجمن اینا اشتراک کردم، عضویت گرفتم، سرودهایی که اجرا میشد میرفتم اجرا میکردم، البته مقاله میخواندم، شعر میخواندم، تا اینکه سالهای 1400 از زمانی که مهارت اسلامی آمدن دیگه بیشتر فعالیت ها بیشتر شد و تونستم که خودم برم سخنرانی و دکلمه، مجریگری، هنر گفتمان را به گونه حرفه‌ای و تخصصیات بگیرم. و البته فعالیت‌هایی را که آغاز کردم از سال‌های 98 بود که بیشتر شکوفایش سال 1401 بوده. بسیار خوب، از سخنرانی و دکلمه یاد کردین. میشه که در جریان برنامه در لابلای از برنامه دکلمه از شما همچنان داشته باشیم. میخواییم که پرسش را این گونه از شما بپرسم که سخنرانی و مهارت‌های کلامی چی تأثیر میتونه که بر خود فرد و یا هم بر اجتماع و محیط، مثلا فردی که مهارت‌های سخنرانی و مهارت‌های کلامی را یاد داشته باشه، چی تأثیر بالای خودش و بالای محیطش میداشته باشه؟ دقیقاً هیچ چیزی در دنیا ما فکر میکنم بدون تاثیر نیست. البته سخنرانی و فن بیان مهارتایی هستند که شامل بخش مهارت‌های ارتباطی میشه. من فکر میکنم که بزرگانی بوده، دانشمندانی بوده که در این عرصه بسیار زحمت کشیدن، کتاب‌های نوشتن. بله. ما نمونه بسیار بزرگش نمونه آقای دل کارنگی داریم از آمریکا که این سخنرانی رو نوشتن. البته در زندگی فردی و اجتماعی ما شما میبینیم که این روزا که اوازه انتخابات آمریکا هست و بعد دو نفر که با هم دیگه مناظره میدن، یعنی در واقع اینا با هم دیگه صحبت میکنن و در عرصه صحبت است که آرمان ها و اهداف و آرزوهایی که برای ملت دارن بیان میکنن. و در واقع همین روزا هم که ما میشنویم جو بایدن مثل که مقابل ترامپ در عرصه سخن یک ذره ضعیفی پیشه کرده و این یک نقطه ضعف برش مقابل ترامپ به وجود آمده، کلا از بابت سخن است. یعنی ما گفتم میتونم که فن بیان و سخنرانی تاثیر بسیار بسیار فوق العاده در زندگی ما داره. یک داستان بسیار کوتاه رو برای شما اشاره بکنم. میگه یک پادشاه خواب دید که تمام دندانهایش میریزه. بعد معبر صدا کردن، معبر گفت که بعد از تو دیگر هیچ فرزند تو به سلطنت نمیرسه، گفتن این رو بکشید. بعد معبر دیگر آمد گفت که پادشاه با سلامت باشد، گفت آنچنان عمر میکند که سلطنتش در تمام جهان است. این گونه تعبیر شد، گفت این معبر را جایزه بدهید. در واقع هر دو تعبیر یک تعبیر بود، ولی چگونگی بیان تعبیر سبب شد یکی بمیرد یکی دیگر جایزه بگیرد. من فکر میکنم در زندگی ما بسیار تاثیر داره. بله بدون شک یک قدرت هست که میتونیم توسط از او دیگران را مغلوب بسازیم، بدون شک غالب واقع میشیم. بله بله. خب میشه در مورد دکلمه همچنان بگوین که بیشتر شما کدام نوع اشعار دکلمه میکنین و با کدام نوع اشعار بیشتر علاقه نشان میدین؟ ما اشعار عاشقانه زیاد دکلمه میکنم، دوستم دارم و در کنار اشعار عاشقانه اشعار میهنی رو خیلی دوست دارم. البته چیزی که امروز برای شما آوردیم یک دو قطعه شعر عاشقانه هست، دیگه انشالله که مورد پسندتان باشه. اگر یک شعر میهنی به ما دکلمه بکنین من خیلی خودم شخصا خرسند میشم. مشکل نیست، البته در بعد از صحبت های پایانی انشالله میشه. بعد از دکلمه اول را عاشقانه، دکلمه دوم را. خب بفرمایید، میشنیم. خب دکلمه تو نمیشنیم. یک شعر میخوانم از شاعر ایرانی تبار هست، من متاسفانه اسمش را خاطرم ندارم، انشالله اگر دوستا بلد بودن با ما شریک بکنن. میگه که همه شب دست به دامان خدا تا سحرم، همه شب دست به دامان خدا تا سحرم، که خدا از تو خبر دارد و
من بیخبرم. رفتی و هیچ نگفتی که چه در سر داری، رفتی و هیچ ندیدی که چه آمد به سرم. گرمی طبعم از آن است که دل سوختم، گرمی طبعم از آن است که دل سوختم، سرخی رویم از این است که خونین جگرم. کار عشق است نماز من اگر کامل نیست، کار عشق است نماز من اگر کامل نیست. آخرانگاه که در یاد تو ام در سفرم. ای که در آینه هر روز به خود می نگری، من از آینه بی دیدار تو شایسته ترم. عهد بستم که تحمل کنم این دوری را، عهد بستم که تحمل کنم این دوری را، عهد بستم ولی از عهد خودم می گذرم. مثل ابری شدم در بدر شهر به شهر، وای از آن دم که به شیراز بیفتد گذرم. این قسمت را شاعر دیگه منطقه خودش را نام گرفته. عالی بود، عالی، صدای دلنشین. بشه که در مورد دکلمه شما همچنان بشنویم که دکلمه چی هست و چی گونه یک دکلمه میتونه که دلنشین و آرام بخش تمام شود. بله، یک مسئله رو میخوایم عرض بکنم، این که در جامعه ما متاسفانه یک باور غلطی که به وجود آمده است که فکر میکنن تنها شعر دکلمه میشه. در واقع اگر ما به تعریف دکلمه بپردازیم، تعریف دکلمه اینچنین است: هر متن ادبی که با احساس و آهنگ و خوشایند خوانده بشه، خوانده بشه، آهنگ باشه، بله. او را ما میتونیم دکلمه تعریف بکنیم. دکلمه در جامعه افغانستان به خصوص در اواخر بسیار مورد استقبال جوانان قرار گرفته و به خصوص دختر خانم ها به یرسه بسیار علاقه مند هستند و اشعار زیبایی را هم دکلمه میکنن. ما فکر میکنم دکلمه و سخنرانی لازمه و ملزومه هم دیگر هستند. کسی که بتونه دکلمه را به درستی ادا بکنه میتونه سخنوری خیلی خوب باشه و کسی که بتونه سخن را فنونش را درست یاد بگیره میتونه دکلماتور خوب واقع شه. چرا در حد یک جمله بگین که چگونه آرام بخش و دلنشین واقع میشه دکلمه؟ چرا؟ چون که شعر است، شعر از اعماق وجود برمیخیزه و کسی که دکلماتور است و بتونه شعر به گونه درست و با احساس بخونه مطمئنا به دل شنونده چنگ میزنه. بله، میگه حرفی که از دل بخیزه و پس به دل مینشینه. این شما خوب بلد سلامت باشین. میشه که توصیه‌تون داشته باشین به جوانان، نوجوانانی که در راه شما قدم موندن و میخواین که هم مسلک شما باشه؟ بله، یک جمله هست یا فکر میکنم یک تا یک بیت است، میگه که تا توانی در جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. اینی ما با این شعر میخوایم عرضم را اینچنین آغاز بکنم، ای که ما و شمایی که در خود یک استعدادی داریم، در خود یک توانایی را میبینیم، میبینیم که ما در همین عرصه میتونیم فعالیت بکنیم، زحمت بکشیم، در جامعه مفید واقع شویم، باید رسالت ماست که در عرصه گام بگذاریم، ترس نخوریم، واهمه نداشته باشیم، باید استوار باشیم و در این را مستحکم گام برداریم. توصیه ما به جوانان و به کسانی که به مثل ما در این مسلک هستند، توصیه میکنم تا میتونن در جامعه قرار بگیرن، از کم انگیزگی، بی انرژی و حالتهای استرس استرابی که سبب میشه اونا از اهداف و مرامشان دور باشن، باید کوشش کنن دور باشن و دوباره بیاین در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ و کارهای جامعه از سهم بگیرن. بله، شما سلامت باشین. دیگه دکلمه دارین آماده؟ بله، البته به نظر شما حالا میهنی بخونیم یا عاشقانه بخونیم. خب خوب است. ما خیب رفت و برگشت را اعلان میکنم. بله. بعد از اینکه با شما دکلمه تون ختم کردیم میریم به طرف بخش بعدی. همشه. خب بینندگان عزیز، رفت و برگشت کوتاه می داشته باشیم در ادامه. بعد از اینکه دکلمه جناب ناجی ختم شد، از شما دعوت میکنیم که با ادامه برنامه گلبانگ باشیم. بله. خب من یک شعر میخونم از فاضل نظری. میگه که کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است، کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است، از جواهر خانه خالی نگهبانی بس است. ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین، آبروداری کنه زاهد مسلمانی بس است. خلق دل سنگند و من آینه با خود میبرم، بشکنیدم دوستان دشنام پنهانی بس است. یوسف از تعبیر خواب مصریان دل سرد شد، 700 سال است میبارد فراوانی بس است. نسل پشت نسل تنها امتحان پس میدهیم، دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است. بر سر خان تو تنها کفر نعمت می کنیم، سفرت را جمع کنه عشق مهمانی بس است.
مهربان که باشی خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد و صاحب مگر چیست جز لبخند مهربانت. سلام های مرم پذیرا باشین عزیزانم، در برنامه گلبانگ هسته میزبانتان من نسیم میرزاد. خوشحال هستم که امروز همچنان صبحگاهی در خدمت شما هستم و تشکر و سپاس از اینکه تا این دم همراه و بیننده برنامه گلبانگ هستین. تشکر و سپاس همچنان از همکار خوبم خاله جان که در بخش قبلی با مهمانشان بودن و گفته های خوبی که با مهمانشان داشتن. فعلا هم بخش همروز است، در همروزها میپردازیم و رویدادها و اتفاقاتی که در افغانستان و جهان رخ داده ای که چه کسان تاریخ ساز شدن و چه کارهایی را کردن تا بتانن نام خودشان را ثبت تاریخ بکنن. امروز همچنان رویدادهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه را داریم. چه خوب است که همراه شویم روی بسته تصویری اتفاقات را دنبال کرده و دوباره در استودیوی گلبانگ با ما همراه باشین. در گذشت لیلا صراحت روشنی. لیلا صراحت بانوی شاعر، نویسنده روشن فکر، روزنامه نگار خوش قلم و با باور بسیاری از برجسته ترین چهره های مبارز و دگراندیش تاریخ معاصر افغانستان بود. لیلا از بانوانی بود که در افغانستان و در دامان شیر فارسی پرورش یافت و سر بلند کرد و توانست در صدایش صفات بلند انسانی را به خوبی حفظ کند. لیلا در اواسط دهه 50 خورشیدی در لیسه ملالای از مکتب فارغ التحصیل و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل شد و در سال 1365 سردبیر مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله مقرر گردید. لیلا در قالب‌های مختلف شعر سروده است و در هر واژه شعرش عشق، آزادگی، باور به ارزش‌های انسانی، جذبه و شورانگیزی را می‌توان مشاهده کرد. آثار وی از جمله طلوعی سبز، تداوم فریاد، حدیث شب، سنگ‌ها و آینه‌ها می‌باشد. برخی از شعرهای لیلا شعرهای درخشان و ماندگارند، مانند این نمونه کلام وی: من خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من یک سکوت سردم تو یک قفس قناری، من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری، من یک شبی غمینم بی ماه بی ستاره، تو بام داد روشن تو صبح یک بهاری، اینک شکسته بالم گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه گم کرده برده باری. سرانجام لیلا صراحت روشنی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار مشهور کشور، در چنین روزی در سال 1383 بر اثر بیماری سرطان مغز درگذشت. زاد روز یوهان مندل، کشش اتریشی و پدر علم ژنتیک نوین. مندل در جولای سال 1822 میلادی در یک خانواده روستایی آلمانی تبار به دنیا آمد. مندل کشش اتریشی بود که به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شد. گریگور مندل در سال 1865 میلادی توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را که شامل آزمایش‌های او در مورد گیاه مشوم بود شناسایی کند، ولی از آنجایی که در جامعه علمی آن زمان بسیاری از افراد بانفوذ نظریات لامارک و داروین را صحیح می‌پنداشتند، به دیدگاه و کشفیات مندل اهمیت چندانی ندادند تا اینکه کارهای وی به دست فراموشی سپرده شد. اما در سال 1900 میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل توسط درویس، شرماک و کورنس باعث شد که نظریات او مورد توجه قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود. 20 جولای برای اولین بار در تاریخ یک فضاپیمای سرنشیندار در ماه فرود آمد.
نیل آرمسترانگ و باز آلدرین توانستند در 20 جولای 1969 به عنوان نخستین انسان‌ها بر روی کره ماه فرود آیند و در آنجا قدم بزنند. با این ماموریت راه برای فرود کره ماه و دیگر فضاپیماها باز شد. آپولو 11 در 16 جولای از پایگاه فضایی کندی واقع در فلوریدا توسط موشک ساترن به فضا پرتاب شد. 4 روز بعد سفینه بر روی ماه نشست. پیش از همه چیز فضانوردها سفینه را آماده ی ترک ماه کردند. زیرا مشخص نبود که چه اتفاقی ممکن است در آنجا رخ دهد. فردای آن روز آرمسترانگ به عنوان فرمانده تیم نخستین کسی بود که از سفینه پیاده شد و بلافاصله به ضبط تصاویر از کره ماه پرداخت. او هنگام قدم گذاشتن بر سطح ماه گفت: این یک گام کوچک برای یک انسان و جهش بزرگ برای بشریت است. پس از آن باز آلدرین قدم به ماه گذاشت و آن دو مقدار خاک و سنگهای موجود در سطح ماه را به عنوان نمونه برای آوردن به زمین برداشتن. ساخت نخستین ماشین تحریر یا تای کریستوفر به همراه 2 تن از همکارانش به نامهای کارلوس گلیدن و ساموول سول ماشین تحریر را در سال 1867 تکمیل کردند و پس از دریافت امتیاز کریستوفر جواز تولید اختراع خود را در ایالات متحده آمریکا به ثبت رساند و اولین ماشین تحریر تجاری را به نام منگتون به بازار عرضه کرد. دوباره خوش آمدین، در ادامه برنامه هستیم. تشکر از که برنامه گلبانگ را بیننده هستین. بسته تصویری را با هم یک جا تماشا کردیم. رویدادهایی که شامل امروز بود موضوعات متفاوت بود، از جمله ای که گریگور مندل، یکی از دانشمندانی که صفات ایرسی را کشف کرد و تحقیقات زیاد را انجام داد، که تحقیقاتش روی نبات مشنگ بود که او را در یک حولی پرورش میداد و حدوداً 28,000 گیاه مشنگ پرورش داد. بارها و بارها تحقیقات زیاد را انجام داد تا موفق شد یک تعداد قوانینی را که فعلا هم به قوانین ژنتیک معروف است تنظیم بکنه و اختراع خودش یا کشفیات خودش ثبت تاریخ کردند، که از او جمله قوانینش یکی بود که برای هر جانور 2 صفت یا 2 دلیل وجود داره که یکی را از مادر و دیگرش از پدر میگیره. میتونه این صفات غالب باشه، میتونه مغلوب باشه، یکسان باشه یا متفاوت باشه. تحقیقات را که او زمان مندل انجام داد، چون با جامعه‌ای که او زمان بود و کشفیات و پیشرفت‌هایی که صورت نگرفته بود با مخالفت‌ها مواجه شد و دانشمندان زیادی نظریات او را رد کردند و گفتند که چنین چیزهایی وجود نداره و موافق نبودند. اما در قرن 20 دوباره زمانی که تحقیقات روی صفات ارثی صورت می‌گیره و دانشمندان مثل رونالد فیشر و توماس هانت مورگان کسایی بودند که دوباره تحقیقاتشان روی مسائلی که قبلا مندل کار انجام داده بود انجام میتن و دوباره تایید میکنن که تمام تحقیقات را که او زمان مندل انجام داده بوده دقیق میباشه و مورد تاییدشان قرار میگیره و همو زمان میباشه که لقب پدر علم ژنتیک برای گریگور مندل میتن و تا امروز همچنان درج تاریخ است و صفاتی که او زمان تشخیص داده بوده تا امروز مردم استفاده میکنه و دقیق و بجا بوده. و موضوع دیگه را که روش میپردازیم، اولین سفر به ماه که آرمسترانگ کسی بود که با همکارانش باز آلدرین کسانی بودند که به ماه سفر کردند و زمانی که اینا به ماه پیاده شدند تحقیقاتشون را آغاز کردند و حدوداً 2.5 ساعت اینا اونجا تحقیقات انجام دادن و یک مقدار سنگ و خاک از ماه به زمین آوردن چون بعدن بتانن روی تحقیق انجام بدن. و آرمسترانگ هم کسی بود که پس از ترک نیروی دریایی آمریکا به ناسا پیوست و 2مین سفرش و آخرین سفرش به ماه انجام داد که اپولو 11 بود و تانستن که تحقیقات زیاد را انجام بدن و رهبریت یا مدیریت این سفر هم خودش به عهده داشت. و گفته میشه هنگامی که آرمسترانگ از فضاپیما پایان میشن بر روی کره ماه و تصاویرشان و یا مو فیلمشان در سر تا سر تلویزیون های جهان در حال پخش میباشه و مردم میبینن.
هرچند او زمان یک گام کوچک دانستن، ولی می فهمیدن که یک روز بالاخره تحقیقات زیاد صورت میگیره و کارشان میتونه نتایج خیلی خوبی را داشته باشه. دوستان، نتیجه گیری ما این است که ما زمانی که مشاهده میکنیم که افراد و انسانهایی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، از یک نقطه شاید خیلی کوچک شروع کرده باشن، اشتباهات را متحمل شده باشن، ولی در نهایت چه در دوران حیاتشان و چه هم پس از زندگیشان، زمانی که میبینن و تاریخ ما مشاهده میکنیم که اونا تانستن کارهایی را انجام بدن که دنیا مدیونشان بمانه و تا زمانی که دنیا هست و جزئیات اونا و کارهایی را که انجام دادن ماندگار میشه و مردم میتونن که استفاده های خوب بکنن. بدین لحاظ ما هم هر کاری که میکنیم، هرچند کوچک باشه و یا اشتباهات را متحمل شویم، ولی خوبی است که حتما تجربه بکنیم، چه خوب چه بد، بالاخره تجربه بکنیم تا بتانیم راه بهتر را برش پیدا بکنیم. خبرهای همروز امروز همچنان همینجا به پایان میرسه. تشکر از اینکه همراه و بیننده بودین. در بخش بعدی با همکار خوبم همراه باشین. برگشتیم دوستان عزیز. صبح ورزشکاران بازم بخیر باشه. خوشبختانه که استودیوی ما باز هم مهماندار هست و ورزشکار موفق، جوان مستعد خالد مددی، ورزشکار MMA هستند، در برنامه حضور پیدا کردن که حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. سلام مددی صاحب، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام علیک، صبح شما بخیر. سلام، یک سلام خاص تقدیم شما، یک سلام خاص تقدیم همکاری تکنیکی تان و یک سلام خاص هم تقدیم کسایی که از پشت پرده تلویزیون را تماشا میکنند. سلامت باشین، تشکر. یک ورزشکار صبح معمولا چگونه آغاز میکنه مددی صبح؟ یک ورزشکار صبح با ورزش، با عشق و محبت ورزش خود آغاز میکنه. بسیار عالی. میشه که در نخست برنامه از خودت یک معرفت به ما بدی و ما و بیننده های عزیز با خودت آشنا شوه بیشتر؟ دیگه ما خالد مددی هستم، قسم خود من گفته تقریبا که 51 مسابقه در بوکس کردیم، 5 مسابقه هم در سازمان استیل و یکی هم در شب نبرد FNC. بسیار خوب. که خوشبختانه 4 مسابقه راند اول ست میشن نکوتی دارم، مکمل راند اول و یک فایت هم که 25 دقیقه در کندوز فایت کردیم متواتر، او را هم توسط نمره متانستم که برنده شم. دیگه فعلا هم مدعی کمربند سازمان استیل وزن 51 کیلو افغانستان هستم. دیگه انشالله همی هفته آینده روز جمعه مسابقه ما است. دیگه توکل به خدا سر کمربند سازمان استیل وزن 51 کیلو. بسیار خوب، انشالله که موفق باشی و برنده شوی. چه خوب است که با ما بگی از چه زمان وارد دنیای ورزش شدی و مشخصا ورزش MMA؟ ورزش MMA دیگه تقریبا 2 سال پیش، دیگه مدت 2 سال میشه که رشته را آغاز کردیم پیش استاد شفیلا سلطانی، که واقعا استاد یک استاد زحمتکش که بالاش افتخار میکنم، که واقعا سر ما بالای ما زیاد زحمت نکشه. دیگه مدت 2 سال است پیش استادم تمرین ما آغاز کردیم و فعلا هم در قدر وقت کم تونستم که 5 ریکارد حرفه‌ای را ثبت شیرداد بکنم. بسیار خوب. چه انگیزه باعث شد؟ علاقه شخصیت بود یا نه؟ وقتی که دیدی اندی والایت هم میره ورزش میکنه و کلاب میره، خودت هم علاقه پیدا کردی که بری به ورزش یا نه؟ علاقه شخصیت بود و از قبل هم یک انگیزه، هم یک علاقه در وجودت بود و باز وارد کلاب شدی و وارد دنیای ورزش شدی که حالا ماشاءالله موفق هستی؟ نه خیر محترم، من از طفولیت دیگه از خردرکی همی علاقه به ورزش بمید جنگ داشتم، میخواستم تو یک ورزشکار باشم. دیگه پیش از بوکس کار میکردم، باز فری فایت یک رشته خونی ازیم، اما خوش داشتمش، میخواستم تو یک فایتر باشم که واقعا یک الگو باشم به نسل آینده نسل. بله، خودت 9 سال بوکس کردی؟ خودم مدت 7 سال پیش از صدا شغل شهاب بوکس تمرین کردم. 7 سال بوکس تمرین کردی؟ بله. دیگه بعدش مدت 2 سال هم پیش از استاد شفیلای سلطانی فری فایت آغاز کردم. خب چی انگیزه باعث شد که بری به طرف دنیای MMA و یا هم مبارزات آزاد؟ دیگه امی که جنگش برام مهم بود، مهم امی فایتش برام بود، چون که در بوکس قدر امکانات نبود. خب مبارزات آزاد که از ترکیب است، مثلا پالوانی هم دهش استفاده بله شده، بوکس هم دهش استفاده شده و ورزش های دیگه هم دهش استفاده شده. بله، کل ورزش هم مکس ازش، از خاطر زیادتر شوق علاقه به MMA بود. دیگه خوشبختانه الان پیش رفت.
بسیار خوب. میشه که در مورد مسابقه اخیری که در پیش رو داری بیشتر صحبت بکنی که در کجا هست، امرای کی هست و چقدر از حریفت شناخت داری؟ دیگه مسابقه اخیر مدت دو ماه میشه که قرنطین هستم پیش استار شفیلا که واقعیت سرما زحمت کشیده. حریف آخری ما با یکی از بنام شکیب است که ازش معلومات دارم، حریفم کشتیگیر است، واقعیت یک بچه با اخلاق زحمت کش است که در دمی وزن اردیم و زحمت ما را کشیدیم، اردیم و سرسنه برامدیم نگاه هم سر کمربند امره همون جوره شدیم تا کلب خدا چیزی که خیر باشه. در بارش معلومات زیاد دارم دیگه، آمدگی خاص نگرفتیم، سر تا پای آمدگی دارم انشالله. خب یک ورزشکار که مسابقه در پیش رو داشته باشه باید چی نوع آمادگی رو بگیره؟ مثلا رژیم غذایی است، قرنطینه است، به گفته خودتون باید از چی ویژگی های برخوردار باشه، چی گونه آمادگی بگیره تا موفق شوه و پیروز مسابقه شوه؟ یک ورزشکار خب اولا باید خوراکش صحیح باشه، بختره که خوراکش صحیح باشه چون تمرین صحیح بتانه، بعد خوراک دیگه خوابش صحیح باشه، خوابش استراحتش قرنطینه میره میگیم استراحت باشه، میلان اگر در امی خوراک چیزاش صحیح باشد تمرین بتانه. دیگه مدت 21 ماه قرنطینه است، ما در این مسابقه دو ماه قرنطینه شدیم بخاطر که مسابقه این 5 راند است مرکزی است، دمی بخاطر این 5 راند دو ماه قرنطینه مکد چون که در رنگ دم نکنیم دیگه از نفس نمانیم. دیگه با ورزشکار امی ویژگی خاص یمی است که باید تمرین خاصی کنه کدام چی نکنه خلاص. سلامت باشی، تشکر سلامت. همیشه در تمام عرصه‌های زندگیت موفق باشی و مدالایی که اینجا هست همچنان مدالایی که در عقب صحنه همچنان بودن، بخاطر که زیاد بودن نتونستیم که جایی بتیمش میشه که در مورد از این مدالا بگی، که در مورد از این مدال بگو کوتاه، در مورد از این کپ. این کپ مسابقه سیوم بود در سازمان سیل که توانستم این کپ بعد از بیارم و این 4 سه مدال و یک کپ از سازمان سیل است و این یکی هم از سازمان فینسی است که خوشبختانه بعد از 3-4 مسابقه رند اول یک مسابقه سیرندگم فایت کردم. بس بله سلامت باشی. میشه که در پایان بخش توصیه داشته باشیم به کسایی که تازه وارد دنیای ورزش میشن، مشخصا دنیای رشته MMA؟ دیگه کدام گفتنی خاص ندارم، از جوانا هم خواهش دارم که بیان تمرین کنن، ورزش کنن، بیشتر گپ نگردم که افغانستان هست یه چیزی جور نمیشن، تمیشه خودت را بر خدا میربان است، یک کار نکاری میشه پیشتی گپ نگرده که والا نمیشه یا نمیتانه، میج وقت گپ نمیتانه و نگوین همیشه وقت خودت کشکو میشه، چیز را کشکنی شوق شده داشته باشی چی مکان نداره که نشه. سلامت باشی، تشکر، انشالله که در مسابقه اخیری که در پیش رو داری موفق باشی، بدرخشی و پیروز میدان شوی. تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردی. قربانت، بخیر باشی. بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه گلبانگ، البته داشته هایی که من خدمتتون تقدیم کردم. برنامه گلبانگ ادامه داره و ما میخواهیم که شماره واتساپ برنامه را همچنان به شما بگوییم که اگر شما میخواهید یک روز مهمان ما شوین و یا هم تصاویر جالب، ویدیوهای جالب از نقاط مختلف افغانستان، ولایات و شهر کابل میگیرین و دریافت میکنین، میشه که به ما مرسال بکنین و ما حتما در جریان برنامه، در لابلای از برنامه، تصاویر و ویدیوهای جالب شما را جا میتیم و به نشر میسپاریم. تا برنامه دیگر دوستا که باز هم ما در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و منان میسپارم. بعد از رفت و برگشت کوتاه گلبانگ ادامه دارد. زندگی مثل نقاشی کردن هست، خودت را با امید بکشید، اشتباهات را با آرامش پاک کنید و با عشق رنگ بزنید. بازم سلام خدمت شما، صبح دوباره‌تون بخیر باشه. امیدوارم که تا این دقایق برنامه با ما بوده باشین و بخش‌های برنامه ما را دیده باشین و همچنان سپاسگزاری می‌کنم از همکار خیلی خوبم خالد جان که بخش برنامه خود را تقدیمتون کردن، سپاسگزارم از نظیمه جان همچنان. حالا رسیدیم در بخش برنامه خودم که با خود یک دختر خانم فعال و نقاش با خود داریم، پس ببین که معرفی بیشتر از زبان خودشان داشته باشیم. سلام صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گلبان. سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان و بیننده های عزیز برنامه گلبان. علیکم سلام. سکینه احمدی هستم، هنرمند در زمینه نقاشی و خیلی خوشحال هستم که در حضور پرمهر شما خوبان قرار دارم.
سلامت باشین خانم سکینه. ما هم خیلی خوشحال هستیم که بانی موفق و فعال مثل شما را با خود در برنامه داریم. بیاین در نخست یک تعریف از هنر داشته باشیم. هنر نقاشی چی تعریف از خود داره؟ بسیار خوب، نقاشی فرایندی است که طی آن رنگ ها و روی یک سطح و یا بوم قرار گرفته است که کسی که این فرایند را ایجاد میکند به آن نقاش نامیده میشود و قدامت نقاشی حتی بیشتر از زبان میباشد. بله. که قبل از این که زبان ایجاد شود، انسان ها توسط امین نقاشی افهام و تفهیم میکنند کردن. و از نگاه خودم تعریف نقاشی آرام کردن ذهن و روح و روان آدمی میباشد. دقیقا، و همچنان رنگ ها در نقاشی میتونه که چقدر بالای روح و روان ما تاثیر داشته باشه. بله، واقعا تاثیر خیلی زیاده دارد رنگ ها، چون زندگی با رنگ ها صورت میگیرد و با هر نوع رنگ زندگی میکنی و سر و کار داری. چقدر وقت میشه که شما آغاز کردین به نقاشی کردن و اولین نقاشی که شما روش کار کردین چه قسم یک تصویر بود؟ آیا طبیعت بود؟ چهره انسان بود؟ مدت یک سال میشه که روی نقاشی کار میکنم. که اول ما از پنسیلی شروع کردیم. بسیار خوب، رسامی. بله، از رسامی شروع کردیم پیش استاد بزاشها درویش. مدت 7 ماه و بعدش رنگ روغن شروع کردیم پیش استاد محمد جواد پایا. فعلا هم پیش اونا کار میکنم. و پس ماشاءالله مسلکی هم همچنان هستین، آموزش دیدین هنر نقاشی و رسامی را. به نظر شما کدومش آسان‌تر است؟ نقاشی آسان است. نقاشی آسان است. بله، یعنی از چی نگاه بگید آسان است؟ چون تمام رنگ‌های روغنی است و بسیار باید با همون تکنیک‌های خاص باید استفاده شوه. خب مرحله اولش پنسیلی میباشد و کسی که میخواد نقاشی را یاد بگیره، نقاشی را شروع کنه، باید اول پنسیلیش یاد بگیره، طراحی را به صورت بسیار عالی یاد داشته باشن و اسکیچ بسیار عالی داشته باشن. دقیقاً. پردازشان عالی باشن و اینا را که یاد گرفتن رنگ روغن برشون بسیار آسان میباشه. سلامت باشین. حدوداً یا دقیقاً شما چند جلد نقاشی به خود دارین؟ حدود 7 جلد نقاشی برای خودم دارم. بله. و رسامی چطور با پنسل کار کرده باشین؟ رسامی با پنسل که کار کردیم زیاد می باشد دیگه، بسیار زیاد، چون مدت 7 ماه شده که ما نقاشی رو رسامی رو من کار کردم و در مدت 7 ماه هر رسامی رو که من کار میکردم حدود بعضیشون حدود 2 روز در بر میگرفت و بعضیشون حدود 1 هفته و اینا رو در بر میگرفت. در نقاشی از مواد که شما استفاده میکنین فعلا کدام ها می باشه میشه که مشخص بسازین نمایش بگیرین؟ از موادی که ما در نقاشی استفاده میکنیم که خود رنگ می باشه، رنگ روغن دیگه، همراه با اونا تیل استفاده میکنیم در نقاشی ما و برس استفاده میکنیم. تیل میتونه چی تاثیرات داشته باشه در نقاشی و باز از خود بو به جا نمیمونه؟ نه خیر، نه، ما با تیل میتونیم که برس ما را پاک کنیم و چون رنگی که در برس باقی میمونه و برس ما را به مرور زمان خراب میکنه و به خاطر نگهداری از برس ما به خاطر برس تیل استفاده کنیم. از تیل استفاده. بله. و در بین رنگ ها هم ما از تیل استفاده میکنیم. آها، چقدر عالی، چقدر زیبا. هر میماری که ما از بخش نقاشی و رسامی میداشته باشیم باز تمامشون قرضدار میمونن که باید یک نقاشی رسامی بکنن. شما چی؟ خب نقاشی همون قسم یک چیزی هست که باید قصدار بانیم دیگه. سلامت باشه، ممنونتان که در برنامه آمدین و پیامتان رو میخواییم داشته باشیم در برنامه و دوستایی که شما رو میبینن. پس بفرمایید. پیام من بر کسایی که ما رو تماشا میکنن این هست که در نقاشی هدف داشته باشن. وقتی که شروع میکنن باید با یک هدف داشته باشن که شروع بکنن و حرفای منفی مردم رو نگذارن که سرش تاثیر بسیار بدی بانند و اونا را نادیده بگیرن و همون هدفی که خودشان دارن، همون هدفی را که انتخاب میکنن، همون را دنبال کنن. سلامت باشین، یک جهان ممنون تا تشکر از شما هم. تشکر، سلامت باشین. گرند دوستان و دتست نهم یوان علی من نکم چه تر دیدم پوری لمونگ سروی او ده گلبان خبرانمو مونگ سر قدم پا قدم پای تاور سولا هم درنگزه هم باید تصر خدای پا منی بکمه. تر بلی خبرانی چه زه و زما گران همکار خالد جان سست پچوپر که از ایریگو تاس یه وزی بخون که خدای تو سپارم چنان هیرمانشی چه زما گا ده خبرانی واتساپ شمیره است تاسو ده سکرینو پر مخشتا که ولیش مونگتاری که اونی سی پیغام رو واسه خپل نظریت ملومون سر شریک ره مونگا پا تمایو تر بلی خبرانی تاس یه وزی بخون که خدای تو سپارم خدا بریالی و سی علامو مرشه.